خب حتما شنیدید فروپاشی رژیم یکی از احتمالاتی هستش که در رسانه ها روی اون بحث میشه و به دنبال این هستیم ببینیم احتمال فروپاشی رژیم از درون چقدره و اگر نیست چرا برای بررسی موضوع همراه هستیم با دکتر صادق پشپروش دکتر صادق ممنون از حضورتون و درود به شما و از اینکه دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتید ممنونی بله اجازه بدید من سلام کنم خدمت شما خدمت بینندگان عزیز و آرزوی سلامتی دارم براشون در خدمتتون هستم برای پاسخ دادن به سوالات. بله درود بر شما دو تا یکی از مهمترین احتمالاتی که خب الان در رسانه روی اون بحث میشه موضوع فروپاشی رژیمه از جمله الان شاپرستان هم روی فروپاشی رژیم از درون تبلیغ میکنن احتمال فروپاشی رژیم چقدر واقعیه و اگرم مردود هستش به چه دلیل مردوده بله خب به خوبی میشه دید این رو که در واقع مبلغین این حرف کیا هستن در واقع خودتون هم گفتید مبلغین این این شاه پرستان و ادهی خارج نشین هستن که در واقع این رو تبلیغ میکنن که این رژیم به خودی خود فرو میپاشه و حتی میشه با بخشی از سپاه وارد شد و اونا رو جدا کرد و به این صورت وارد فروپاشی رژیم شد اما اینکه چقدر واقعه ولی باید گفت که بعد از چهار دهه این حاکمیت رو ما به خوبی شناختیم این حاکمیت به این صورت نیست که به خودی خود و بدون هیچ گونه تلاشی هیچ مبارزه‌ای فرو بریزه و طبعا خامنه ای در این روزها دیدیم بعد از هفت ماه قیام که وارد ما هشتم داریم میشیم هر روز ای کرده هر روز جنایتی و در شهرها مستمر ادامه میده و بسیار این شیوه و این رویهی که داره در خارج تبلیغش رو این شاه پرستان میکنن برای اون خوشاینده و در واقع از هان رو در واقع در یک مسیرهای انحرافی میبره که گویی این رژیم هم کورسویی وجود داره و میشه به اون سمت رفت ما در مورد فروپاشی اون شوروی سابق رو داریم و دیدیم که این تجربه نشون میده کسی که در قدرت اول باید کوتاه بیاد میزانی کوتاه بیاد تا زمینه فروپاشی ایجاد بشه ولی این خامنه که در رأس قدرت هست به این صورت ما هیچ نشانی و اثری از کوتاه در اون ندیدیم بلکه در این یکی دو سال اخیر بسیار تلاش کرده نظامش یک دست بشه اونم نه از قدرتش بلکه از ترسش از ترس گسلها و شکافهایی که ممکنه حتی در نزدیکترین لایه ایجاد بشه این نظام را رو هر روز بیشتر در واقع یک دست میکنه و بنابراین اصلا همچه تصویری وجود نداره که این تمرکز قدرت شکسته بشه و چرا که اگر هر گونه خدشه در بدنه و در رأس این نظام ایجاد بشه این شروع پایان این نظامه اگر یادتون باشه یکی از بازی هایی که رژیم تو سال 88 کرد به وسیله یک پاستاری به اسم مدهی بود که تو فرانسه اومد اعلام کرد که از سپاه هست نیروی نظامی داره و میتونه باعث با فروپاشی خلاص رژیم قدرت رو به دست بگیره بسیاری رو بازی داد حتی نخست وزیر وقت اون موقع فرانسه رو نیز به سمت خودش جلب کرد و ولی بعد از مدتی دیدیم که سر از تلویزیون رژیم در ورد و گفت و افشا کرد کل بازی بازی های سپاه و اطلاعات سپاه بود و همه رو سر کار گذاشته بود بنابراین میبینیم که چنین فرض مهمی رو نباید بهش توجه کرد و نباید به اون سمت رفت چرا که اون از مسیر اصلی ما رو باز می‌داره. بله خب دو برای که ما این مثلا موضوع فروپاشی رو بیشتر درک کنیم میخواستم یه توضیح بدید و این مقایسه داشته باشیم کشورهایی که دوچار فروپاشی شدن چه ویژگی‌هایی داشتن بله یکی از کشورهایی که دچار فروپاشی شد روسیه بود که خوب این رو واکاوی کنیم که یکی در زمان لنین بود که کرنسکی سر کار اومد که این کرنسکی هم بعد از سرنگونی اون حکومت تزارها بود که اونم وقتی اومد شروع به اصلاحات کرد و همین اصلاحات زمینه ای رو ایجاد کرد که لنین و بلشویکا وارد بشن و حاکمیت رو به دست بگیرن بنابراین تونستن زمینه ای ایجاد شد که قیام فراگیر بشه و در واقع به طور کامل حاکمیت اون موقع در دست لنین قرار گرفت و یک مورد دیگهش در واقع فروپاشی در واقع اتحاد شوروی سابقه که اونم در وضعیت مشابهی است که شاید یادتون باشی و یا رو شنیده باشید که اون موقع گرباچوف در رأس در واقع حاکمیت اتحاد شوروی قرار داشت و وقتی که سر کار اومد اونم شروع کرد یک اصلاحاتی رو در سطح حزب انجام داد حزب که در واقع با اون موافق نبود دفتر سیاسی حزب کمونیست در واقع کودتا کرد و گرباچوف رو در واقع برکنار کردن و چند روزی هم در واقع زندان بود ولی به دلیل فسادی که در دفتر سیاسی حزب بود تاب نیاوردن گرباچوف برگشت و در واقع اون کودتا شکست خورد ولی همین باعث شد که یلسین که جز رهبران در واقع سیاسی حزب بود اون وارد شه و گرباچوف کنار زد و در واقع این ضعف و زمینه ای که ایجاد شد باعث فروپاشی شد در اون موقع مجلس نمایندگان اونجا مجلس دوما یک خب شروعی هایی کردن و به اصطلاح تلاش کردن بیستن که با چند شلدی که توپ اون مجلس هم در واقع به طور کامل اعتراضشون تموم شد ولی آیا خامنی هم الان هم چه وضعیتی داره؟ خیر خامنی تمام این حاکمیت در دست خودش گرفته و نمیشه انتظار داشت که چنین فروپاشی ایجاد بشه یعنی نمیشه انتظار این داشت که در واقع خامنی کوتاه بیاد از قدرت و یا وارد یک سری رفراندوم و اصلاحات بشه و اصلا این نشانه ای ازش نیست و نباید وارد این خیال مهم بشیم بله ممنون از توضیحات موضوع بیشتر روشن شد اما خب این وسط هدف شاهپرستان از سرمایه گذاری روی فروپاشی رژیم چیه؟ بله دقیقا مشخصه چون که خب این روزها داریم میبینیم این شاه پرستان خب نه اینکه هیچ مایه و ای در قیام ندارن نه اینکه اهل قیمت دادن نیستن و نه اینکه توان پیش برده در واقع این مبارزه رو ندارن و اصلا مبارز نیستن به همین دلیل اینها میان برای سرنگونی نظام از این حرف ها میزنن و در واقع آدرس اشتباه رو دارن میدن و اینکه میشه رژیم رو به این صورت سرنگون کرد ولی هدف اصلیشون اونم در واقع اینه که اون نیروی اصلی که در میدانه و اونی که داره در واقع در صحنه مبارزه میکنه رو اون رو در واقع بپوشونن و میان اعلام میکنن که بله راههایی وجود داره ساده تر و چرا وارد اون راه ها بشیم چرا میرین در میدان و خودتون رو به زحمت و به کشتن میدید همین چند وقت پیش بود این بچه شاه گفت که چرا میرید تو میدون و ساچمه میخورید و قیام تمام به خانه هاتون برید چرا اعتراض میکنید چرا این اعتراض باید باعث صدم دیدن شما بشه خب سب کنید سب و تحمل کنید و این نظام خودش روزی از رمق خواهد افتاد و فروپاشی صورت میگیره خب این حرف این حضرات در صورتی که این یک تابلو بسیار مهمیه که و فقط باعث میشه که این مقاومت کند بشه ایستادگی در مقابل این رژیم پایین بیاد و در واقع آبش در جوی این نظام بریزه و بسیار گفتم خوشایند خامنی خواهد بود در صورتی که ما یک شیوه رو تجربه کردیم اونم استراتژی کانونهای شورشی و حضور فعال در صحنه و به کارگیری آتش و قهر برای فرو ریختن این نظام غیر از این دیگر چیز دیگری نیست کما اینکه میبینیم رژیم بسیار این شیوه رو تبلیغ میکنه و باد میکنه و در واقع تماما اینها شیوه های مهمیه فقط برای به در بردن این نظام تبلیغ میشه بله خب دو تا صدا به عنوان سوال آخر حامیان این رژیم هم خبرها میرسه به گوش انقلاب ضد سلطنتی توسط خمینی رو صحبتی که میکنه؟ میگم بدون مبارزه مسلحانه پیروز شد پاسخ شما چیه؟ آیا امکان این که انقلاب ایران بدون مبارزی مسلحانه پیروز بشه همچه امکانی وجود داره؟ اولا اون کاری که خمینی سال 57 کرد انقلاب نبود در واقع ارتجا بود یعنی شاه رفت یک دیکتاتوری رفت و یک دیکتاتوری و یک فاشیسم مذهبی جای اون رو گرفت و در واقع باید گفت که خمینی معموریت ناتمام شاه رو در قتل و کشتار انقلابیون فدایان و مجاهدین در واقع به انجام رسون خب بسیاری از رهبران انقلابی و رهبران مجاهدین و فدایان رو در واقع شاه اعدام کرد و در خلع حضور اونها بود که خمینی فرصت پیدا کرد و بتونه حاکمیت رو برو بایه و دیدیم که آخرین دسته زندانیان چند روز قبل از سرنگونی تام تمام شاه بود که از زندان خارج شدند و اینها فرصتی رو نداشتند که بیان جنبش رو هدایت کنند و به پیش ببرند و آقای مسعود رجوی و سایر رهبران انقلاب انقلابیون اینها فرصت این رو بتونن هدایت کنن قیام رو بتونن سازمان بدن این قیام رو نداشتن و در خلع اینها بود که خمینی وارد شد و این قیام رو رو بود البته نباید نقش استعمار رو هم نادیده بگیریم خمینی از فرانسه با حمایت استعمار و با حمایت اونها سوار هواپیما شد و به ایران اومد و حفاظت اونها بود که خمینی رو وارد کردن و الان هم مماشادگران و سحنگردانان بین المللی در واقع بسیار تبلیغ این خشونت پریزی رو میکنن که میشه با کمک جناهایی از سپاه وارد شد و رژیم رو سرنگون کرد خب این میسر نیست و اینها فقط دود دمهایی است که استعمار و ارتجاع در اون میدمد و البته باید این رو بگم که الان مثل سال 57 نیست آگاهی مردم بسیار بالاست و تجاربی که اخیرا در قیام های اخیر و سالیان اخیر به دست آوردن همه رو آگاه کرده و همه فهمیدند که بجز یک نیروی سازمان یافته یک مقاومت سازمان یافته که در صحنه وارد بشه و ضربات کاری بر پیکره این نظام و سپاه پاسداران بزنه خب این رژیم فرو نخواهد ریخت و الانم میبینیم و شما هم در اخبار مستمر میگید که این عملیات کانونهای شورشی است که در واقع رژیم از اون ترس و وحشت داره و رژیم رو فرو خواهد ریخت. و میخوام این نتیجه رو بگیرم که این بار دیگه مردم ایران بعد از سالیان نخواهند گذاشت که تجربیات تلخ مشروطه به این سمت به این طرف رو تکرار بشه و نخواهند گذاشت دوباره کسی وارد بشه و سارق این همه خونها و رنجها و مشقات مردم باشه بدون شک تا وقتی یک نیروی جانبرکف در صحنه وجود داره و اونها در واقع با رنج و تلاششون و یک آتش سازمان یافته دارن پیش میروند بدون شک راهی و فضایی برای اینکه دوباره تاریخ تکرار بشه ایجاد نخواهند کرد. بله بسیار ممنون از شما دو صادق عزیز و اینکه در این برنامه همراه ما بودید. خدا نگهدار خدا نگهدار